امروز میخوام درباره دو نفری صحبت کنم که اسم هیچ کدومشون رو نمیدونم و حتی قیافه یکی از این دوتا رو اصلا ندیدم، ولی هر دوتاشون در زندگی من بعد از انقلاب اثر خیلی عمیقی گذاشتن از نظر عاطفی. من رو به اتفاق آقای دکتر رزمارا روز ششم فروردین 1358 دستگیر کردن و بردن به زندان اوین. در زندان اوین ما رو تمام روز نگه داشتن، بعد یک شام مختصری دادن، جایی برای خواب ما درست کردن و فردا ما رو بردن به یک اتاقی که در اونجا بازجویی اولیه از زندانی ها انجام شد. در اونجا من دیدم که آقای امیر فندرسکی و آقای جابر انصاری هم اونجا هستن. ما چهار نفری پهلوی هم نشستیم. حالا به هر دلیلی که احتمالاً به احتمال خیلی زیاد جنبه آزار دادن داشت، ما رو تا نزدیکی های غروب همونجا نگه داشتن. غروب من رو صدا زدن برای اولین بازجویی. رفتیم در داخل اتاق بازجویی. یک اتاقی بود توش 4-5 تا دونه میز گذاشته بودن و پشت هر میزی یک نفر نشسته بود، لباس شخصی داشت. البته هنوز اون موقع پاسدارها و اعضای کمیته لباس مخصوص خودشون نداشتند و بیشتر لباس شخصی داشتند. و من روی یکی از اینها احضار کرد که رفتم جلوش و روی صندلی که جلوی میزش بود نشستم. یه مدتی به من نگاه کرد و بعد شروع کرد مقدار خیلی زیادی سوال کردن از این ور و از اون ور. درست در همین موقع یک آقای دیگری رو دستگیر کرده بودن که در زمان بازجویی چون اسمش مطرح شد، آقایی بود به اسم فریدون آذر که متهم بود که در روز معروف روز 17 شهریور 1357 در میدان ژاله تیراندازی کرده بود روی مردم و عده‌ای رو کشته بود. وقتی که این رو آورده بودن، خب طبیعتاً مقداری هم کتکش می‌زدن، این هی مرتب داد می‌زد که والله بالله من اون روز اصلا در مأموریت بودم، من اصلا جزء کسانی که در میدان ژاله بودن نبودم، ولی کسی گوش نمی‌کرد. دستاشم بسته بودن. دستاشو بسته بودن و این رو که آوردن کماکان کتکش می‌زدن، آمد و جلوی یکی از این میزها ایستاد. یکی از پاسدارها با قنداق تفنگ کوبید تو سر این آدم و وقتی که کوبید تو سر آدم، چون دستاش بسته بود و دستبند، نتونست تعادل خودش رو حفظ بکنه و خورد زمین. من اون موقع هنوز جلوی اون به اصطلاح بازجو نشسته بودم و داشتم بازجویی پس میدادم. و اضافه کنم که من ذاتاً آدم شجاعی نیستم، حتی کم و بیش آدم محتاطی هم هستم، ولی وقتی که این منظره رو دیدم که اینطور یک آدم دست بسته رو که به هر حال هنوز جرمشم محرز نشده و مرتب اعلام میکنه که برید ببینید، نگاه کنید، من در اون لحظه و در اون روز در مأموریت دیگری بودم، ولی معذالک اونها به خودشون اجازه میدن که بهش کتک بزنن. این با اولین ضربه قنداقی که خورد طبیعتا نقش زمین شد و وقتی نقش زمین شد، من نمیدونم چرا از جام خواستم بلند شم. ته دلم احتمالا میخواستم برم با کمک او، ولی همونطور که گفتم من آدم شجاعی نیستم و اینجور کارها رو معمولا نمی کنم. وقتی که بلند شدم که برم،
این دوتا دستم روی میز بود برای اینکه جواب سوالات رو بدم. اون آقایی که روبروی من نشسته بود دستشو آروم گذاشت روی دستای من، دو سه بار کوبید که بشین. البته من نشستم و حس کردم که این آدم که اصلا نه من رو میشناسه نه هرگز دیده و الان در یک موقعیت خاصی هستیم که او من رو قاعدتاً باید دشمن تصور کنه و قاعدتاً نباید نسبت به من دلسوزی داشته باشه، ولی او هم به هر حال انسان بود و تصور کرد که وقتی که من بلند شم و قاعدتاً میخواستم که برم و کمک بکنم به اون آدمی که افتاده بود زمین و به نظر من و به خاطر حرفهایی که میزد بیگناه بود، قطعا من را هم کتک خواهند زد. و این مرد که هیچ آشنایی با من نداشت و همونطور که گفتم قاعدتا باعث من رو دشمن خودش حساب میکرد، حس کرد که باید جلوی من رو بگیره و با حرکت دستش این کار رو کرد. ما نشستیم، اون آدمی که کتک زده بود آقای فریدون آذر رو از اتاق برد و بعدها البته من شنیدم که اعدامش کردن. ولی وقتی که نشستم تو چشم این آدم نگاه کردم، یک لبخند کم رنگ روی لپاش بود که نشون میداد میخواد آشتی کنه با یک کسی که به هر دلیلی بر اساس موازینی که اون روزها باور داشتن خیال میکرد که اون ناجی ایران هست و من دشمن ایران. بعد یواشکی گفتش که مواظب خودتون باشید، بعضی وقتا آدم باید خودش رو کنترل کنه. من کنترل کردم، مدتی موندم و بعد از اینکه بازجوییم تمام شد ما رو بردن به زندان موقت و در زندان ماندیم تا 8 ماه بعد. ولی حرکت این آدم یک انسانیت پنهان و یک انسانیت بیدلیل نسبت به یک بازداشتی همیشه روی من اثر میکرد. من قیافه این آدم رو دیدم و قیافش روی ذهن من حک شده، ولی هرگز دیگه اون رو ندیدم. آدم ها خوب یا بد، خوبی و بدیشون مربوط به باورشون نیست. بعضی ها ذاتن خوبن حتی در بدترین شرایط، و این آدم که من اسمشو نمیدونم یکی از اونها بود. من تردید ندارم که در محیط خشن آدم کش جانی جمهوری اسلامی او حتما خیلی زود از رژیم جدا شد، الان شاید از ایران گریخته و در یک گوشه در جهان زندگی میکنه که من نمیدونم کجاست. قطعا من رو اصلا به خاطر نمیاره، ولی من نیکی او رو فراموش نمیکنم. این آدم که یکی از اون دو نفر هست گرچه اسمشو نمیدونم ولی قیافشو به خاطر دارم. اما نفر دوم کسیست که من حتی قیافش هم ندیدم. ما رو به دلیل اینکه از صلیب سرخ به ایران آمده بودن تا اینکه رسیدگی کنن به وضع عمومی زندانیان اون دوره، یک روزی ما رو از زندان موقت اون بندی که بودیم کنار کشیدن
و بردن یک جای قایم کردن تا وقت که بازرسای صلیب سرخ آمدند و رفتن و دوباره ما رو برگردوندن به زندان. وقتی که ما رو جابجا می‌کردند، نمی‌دونم که از بینندگان کدومشون دستگیر شدند و این چنین مناظری رو دیدن یا نه، یکی از رسما این هستش که چشم بند با آدم میزنن، که به نظر من شکنجه بسیار دردناکی است، و آدم ها به طور صف میستن و هر کس دستشو میذاره روی شونه نفر جلویی و اون نفر اولی رو یکی از پاسدارها راهنمایی میکنه تا به هر جایی که باید برن و بقیه هم اونها رو ادامه میدن. من به علت قدم آخرین آدمی بودم که تو این صف قرار داشتم. و وقتی که ما راه افتادیم، یواشکی در گوش من گفتش که چشمند ناراحتتون میکنه؟ گفتم بله، اسم میکنم که داره فشار خونم میفته. گفت خیلی خوب، الان درست میکنم، ولی سعی نکنید به من نگاه کنید. چشم بند من یه خورده کشید بالا. من به قولم عمل کردم و به قیافش نگاه نکردم. به همین دلیل قیافش رو هم نمیدونم چیه. ما که به راه افتادیم، این آقای پاسدار که کنار من راه میرفت، یواشکی در گوش من گفتش که من با اینا نمیتونم کار کنم. حتما برمیگردم. جواب من یه سوال دیگه بود. گفتم کجا؟ گفت من دانشجوی هستم در آلمان، خبر انقلاب رو شنیدم و اومدم که کمک کنم، ولی الان که رسیدم میبینم که هیچ چیز مطابق اون چی که من فکر میکردم نیست. ما بدون اینکه دلمون بخواد به صورت یک ماشین شکنجه و آزار در اومدیم. بعد یواشکی در گوش من گفت چرا شما اینقدر زود اومدید وسط میدون؟ شما حالا باید می اومدید. قدرت دکتر بختیار اینجا میتونست مفید باشه. الان که تمام کشور رو جام گسیخته است، هیچ کس نمیدونه که چی کار میکنه، و در این حالی که نمیدونه یک کاری میکنه که بیشتر مردم رو آزار بده. گفتم حالا شما واقعا میخواهید برگردید؟ گفت بله، من نمیتونم تحمل کنم. این آدم رو من دیگه هرگز ندیدم، حسن اگر ببینم هم نمیشناسم، نه اسمش رو میدونم، نه قیافش رو شناختم، اما حس کردم که در میان انبوه آدم هایی که سادیسم حیوانی خودشون رو ارضا میکنن، چهره هایی هم هستند که هنوز به انسانیت انسان باور دارند. ممکن است ما کم باشیم، زیاد باشیم، عمر کنیم، عمر نکنیم، بمیریم، ولی نیکی کردن و نیک بودن امیدی است که انسانیت رو به آینده امیدوار میکنه. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره احضار حجت الاسلام سید محمود دعایی، مدیر روزنامه اطلاعات، به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده جزایی برای او چنین اظهار فرمودند: هر کس بر خلاف دستور قضایی عمل کند، فرقی ندارد روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیر روحانی، در هر صورت تحت تعقیب قرار می گیرد.
دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم ایشان را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ کرد. به مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تفهیم اتهام شد و پرونده او آماده ارسال به دادگاه است. جرم سید محمود دایی این است که اجازه داده بود مطلبی از سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین همراه با عکس وی در روزنامه اطلاعات چاپ شود، حالان که حجت الاسلام خاتمی طبق دستورالعمل قوه قضاییه ممنوع تصویر و ممنوع القلم و ممنوع الخروج از کشور است. پس از چاپ مصاحبه و عکس رئیس جمهور مغضوب، از آقای دایی خواسته شده بود بابت این گناه کبیره اظهار ندامت و عذرخواهی کند که ایشان زیر بار نرفت و اکنون باید قصاص آن را بپردازد. برخوردی چنین با یکی از نزدیکترین یاران آیت الله خمینی که در دوران تبعید وی فرستنده موسوم به صدای روحانیت رو در عراق اداره می کرد و اولین سفیر جمهوری اسلامی در عراق بود، همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشته، اختاری است به همه آنها که به خیالشان رسیده است در انتخابات قریب الوقوع مجلسین می توانند مثل انتخابات سال 1388 قالچاق کنند و سرنوشت موسوی و کروبی را از یاد بردند. حجت الاسلام حاج سید حسن آقا خمینی موصوف به یادگار گرامی امام ضمن اعلام آمادگی برای ورود به مجلس خبرگان راجع به انتخابات آینده گفته است باید برای عاشورایی عمل کردن آماده باشیم. قهرن لشکر ابن زیاد هم برای مقابله با عاشورا طلبان آماده خواهد بود. و اما چون نام آقای دایی به میان آمد، بی مناسبت نیست خاطره ای رو که به طور غیر مستقیم با ایشان مربوط می شود برایتان نقل کنم. در اوایل دهه 50 یا کمی قبل از آن، من در یکی از مقالات انتقادی که با امضای خودم در روزنامه اطلاعات می نوشتم این داستان رو آورده بودم که در دوران بگیر و ببند توده‌ها پس از سوء قصد به محمد رضا شاه در سال 1327 شخصی به نام کاظم قاسمی رو در یکی از ولایات به اتهام مشارکت در توطئه علیه امنیت عمومی گرفتند و به محاکمه کشیدند و محکوم به حبس ابد کردند. فریاد و فغان مردک بلند شد که متهم این پرونده قاسم کاظمی است و حالان که من کاظم قاسمی هستم نه قاسم کاظمی. در جواب او رئیس محکمه گفت ما خودمان این را می دانیم و به همین جهت است که برایت حکم حبس صادر کرده ایم، اگر قاسم کاظمی بودی محکوم به اعدام می شدی. این داستان البته به صورت لطیفه و برای چاشنی زدن به مقاله چاپ شده بود، به همین دلیل هم جدی گرفته نشد و دردسری به بار نیاورد. چند ماه بعد یک روز که در دفترم مشغول کار بودم، تلفن زنگ زد و از هیئت تحریریه به من خبر دادند دو مأمور امنیتی از ساعتی پیش به اونجا رفتند
و دوره روزنامه رو در جستجوی مطلبی ورق میزنن، اما چون اون مطلب رو که مورد نظر بود نیافتن، برای ادامه تحقیق سراغ من رو میگیرن. گفتم اشکالی ندارد، تشریف بیاورن. اتاق من در طبقه سوم ساختمان بود و تالار هیئت تحریریه در طبقه دوم. دقایقی بعد دو مرد بلند بالا و میان سال که کلاه شاپو به سر داشتند وارد اتاق شدند. سلام و تعارفی صورت گرفت، نشستند و گفتند که ما دنبال خبری می‌گردیم که شما به روزنامه داده اید راجع به یک محاکمه نظامی. می‌خواستیم بدانیم این خبر در چه تاریخ و در کدام شماره روزنامه اطلاعات چاپ شده است. به درستی نفهمیدم مقصودشان چیست. گفتم من خبرنگار نیستم و چنین خبری هم به روزنامه ندادم. اصلا نمیدانم کدام دادگاه، کدام محاکمه. یکی از آن دو شکسته بسته چیزی گفت که گوشی به دستم آمد و فهمیدم که دنبال چه میگردن، اما ترجیح دادم به روی خودم نیاورم. خودم رو زدم به کوچه علی چپ و گفتم به فرض که من خبرنگار بودم و چنین محاکمه واقعیت داشت و خبرش رو هم من به دست آورده بودم و من به روزنامه داده بودم، مگر عقل از سرمون پریده بود که همچو خبری رو به این صورت که می‌فرمایید در اطلاعات چاپ کنیم؟ آن دو نگاهی با هم مبادله کردند و یکی از آنها گفت راستش رو بخواهید ما خودمان هم همینطور فکر می‌کنیم، اما از بغداد گزارش رسیده است که در روزنامه اطلاعات چنین خبری چاپ شده و رادیو صدای روحانیت اون رو نقل کرده و بر سر زبان‌ها انداخته است. دیگری سری تکان داد و گفت چندی پیش هم داستان مشابهی داشتیم. حسن علی منصور نخست وزیر ایران بود و جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر. به ساواک گزارش رسیده بود که مجله توفیق کاریکاتور اهانت‌آمیزی از رابطه منصور و ناصر چاپ کرده است. به من مأموریت داده شد بروم ببینم این کاریکاتور در کدام شماره توفیق چاپ شده است. رفتم به دفتر توفیق و هرچه دوره مجله رو ورق زدم و جستجو کردم چنان کاریکاتوری در آن نیافتم. توفیقی ها هم کلافه شده بودند و میپرسیدند دنبال چه میگردید تا ما خودمان در یافتن آن شما رو کمک کنیم. بالاخره گفتم اون کاریکاتوری که منصور و ناصر رو در کنار هم نشان میدهد و ناصر به منصور میگوید من ناصرم تو منصور، من فاعلم تو مفعول. توفیقی ها هم مثل شما حیرت زده گفتن آخر مگر ما دیوانه ایم که چنین کاریکاتوری در مجله چاپ کنیم. امروز میخواهم درباره متر، واحد اندازه‌گیری درازا، سخن بگویم که داستان جالبی دارد. متر و به طور کلی راژمان یا سیستم متری، یعنی متر، کیلوگرم، ثانیه و یکاها یا واحدهای دیگر، هدیه است که انقلاب فرانسه به جهانیان داده است. انقلاب فرانسه که با گرفتن زندان بستیل در 14 ژوئیه 1789 آغاز شد، تنها برای جابجایی قدرت و سرنگونی شاه و اشراف نبود. آرمان‌های بسیار بزرگی داشت
که دموکراسی و حکومت مردم بر مردم تنها یکی از آنها بود. در انقلاب فرانسه آرمان‌های پیشرفت خواهانه اندیشمندان عصر روشنگری جایگاه والایی داشتند. از این رو انقلاب فرانسه دست طبقه روحانی را از قدرت کوتاه کرد، با خرافات جنگید و به گسترش دانش ارج بسیار داد. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان زاییده انقلاب فرانسه است. بنابراین اعلامیه همه مردم جهان برابرند و حق یکسان دارند. انقلاب فرانسه بردهداری را لغو کرد. از آنجا که شعار انقلاب آزادی، برابری، برادری بود، میبایست شرایط برابری و برادری را فراهم آورد. یکی از عاملهایی که برابری و عدالت را ناممکن میکرد، نبود افزارهای عادلانه برای داد و ستد و تجارت میان مردم بود. برآورد میکنند که پیش از انقلاب بیش از 2000 واحد طول و وزن در فرانسه وجود داشتند. نه تنها واحدها از شهری به شهری دیگر فرق می‌کردند، بلکه در محله‌های گوناگون شهرها و در روستاهای همسایه یکسان نبودند. نام‌های گوناگون داشتند و گاه یک نام نماینده یکاهای متفاوت بود. این نایکسانی طول‌ها و وزن‌ها تقلب را آسان می‌کرد. افزون بر این، دولت نمی‌توانست به طور عادلانه مالیات‌ها را که برای همگان خرج می‌کرد گرد آورد. در آغاز انقلاب که لویی 16 نمایندگان همه صنف‌ها و قشرهای گوناگون جامعه، یعنی اشراف، بورژوازی، دهقانان و روحانیان را در 5 مه 1789 در ورسای به حضور پذیرفت، یکی از خواستهای مردم سر و سامان دادن به وضع وزنها و اندازه ها بود. یکی از لایه‌هایی که نخستین مجلس قانونگذاری به تصویب رساند، یکسانسازی یکاها بود. لویی 16 که هنوز شاه بود، لایحه را در 8 مه 1790 امضا کرد و لایحه برای اجرا به فرهنگستان دانشها رفت. وزیر کشور ژان ماری رولان اصرار فراوان داشت که هرچه زودتر یکی از یکاهای موجود را یکای رسمی اعلام کنند، ولی دانشمندان فرهنگستان با این مینه ایده موافق نبودند. کمیسیونی که فرهنگستان مأمور این کار کرد تشکیل شده بود از بوردا، لایرانج، مونج، لاپلاس و کندورسه که از بزرگترین ریاضیدانان و دانشمندان سده 18 جهان به شمار می روند. به ویژه کارهای ریاضی لاگرانژ پایه بسیاری از پیشرفت‌ها در فیزیک نوینند. لاپلاس هم بزرگترین فیزیکدان و اخترشناس زمان خود بود. همو بود که نگریه گرانش نیوتن را توسعه داد. کمیسیون بران بود که باید یکایی برگزید که تنها به یک کشور تعلق نداشته باشد، بلکه از آن همه مردم کره زمین باشد، آن هم برای همیشه. انقلاب فرانسه نه تنها حقوق بشر را از آن همه مردم جهان کرد، افزارهای رابطه میان انسانها را هم همگانی کرد. داشتن یکاهای یکسان در همه کشورها یکی از نخستین گامهای آسان کردن ارتباطات میان مردم کشورهای گوناگون و جهانی شدن بود و این از هدفهای اندیشمندان انقلاب فرانسه به شمار می رود. درباره اینکه چه یکایی را برگزینند بحث ها شد. همگی معتقد بودند که بهترین یکا آن است که از زاستار یا طبیعت گرفته شده باشد. اندیشمند انگلیسی جان ویلکینز که هوادار یکسانسازی یکاها بود، بیش از 120 سال پیش در سال 1668 پیشنهاد کرده بود که یکای درازا طول آونگی باشد که دوره نوسان آن 2 ثانیه است. دوره نوسان آونگ تنها به طول آن و نیرویی که زمین به آونگ وارد می کند، یا درستر گفته باشیم به شتاب گرانشی بستگی دارد. وزن آونگ بی تأثیر است. بعدها پی بردن که شتاب گرانشی در همه جای کره زمین یکسان نیست و بنابراین طول این آونگ در جاهای گوناگون زمین می تواند فرق کند. فرهنگستان سرانجام به این نتیجه رسید
که از آنجا که این یکا باید از آن همه مردم کره زمین باشد، بهتر است که آن را از خود کره زمین بگیرند. پس فرهنگستان در 19 مارس 1791 یکای درازا را تعریف کرد. بنابر قرارداد طولی برابر با 1/10 میلیونیوم فاصله قطب شمال تا استوا، یا پرسونتر گفته باشیم 1/10 میلیونیوم ربع نصف نهار یا نیمروزان کره زمین. به سخنی دیگر چنین فرض کردن که پیرامون کره زمین 40 میلیون برابر این واحد است. نامی که برای این یکای درازا گزیدند متر بود، از متران در یونانی به معنای اندازه، از پوروا هندو اروپایی م اندازه گرفتن، در اوستایی و فارسی باستان ما اندازه گرفتن. ما این واژه را در فارسی داریم، ما در آزمایش، آز پیشوند است، مون در آزمون و پیرامون، در ضمن به همانندی پیرامون با پریمیتر، پریمتر به همان معنا توجه کنید، من در پیمانه و من در من واحد وزن. دانشمندان فرهنگستان از پیش اندازه تقریبی کره زمین را با یکاهای سنتی، مثلا تواز که نزدیک به 2 متر امروزی بود، می دانستند و می دانستند که متر درازایی خواهد بود کوتاه‌تر از قد انسان و بزرگتر از دست و بازو، بنابراین کاربردش عملی و آسان خواهد بود. فرانسویان در حدود 100 سال پیشتر بخشی از نیمروزان را اندازه گرفته بودند و تا قطب شمال پیش رفته بودند، ولی تعیین اندازه متر به پرسونش یا دقت بسیار بیشتری نیاز داشت، به ویژه آنکه به تازگی ژان شارل بوردا دستگاهی برای اندازه‌گیری زاویه‌ها اختراع کرده بود که از حیث پرسونش در زمان خود بی همانند بود. افسون بر اون بر این، چون سبک بود به آسانی میشد آن را به بالای کوههای بلند برد. از آنجا که زمین به شکل کره است، برای اندازه‌گیری پیرامون آن کافی است فاصله میان 2 نقطه از 1 نیمروزان آن را اندازه گرفت و نیز تفاوت عرض جغرافیایی آن 2 نقطه را تعیین کرد. تصمیم بر این شد که فاصله میان بندر دنکرک در شمال فرانسه و بندر بارسلون در اسپانیا را اندازه بگیرند که هر دو بر نیمروزان پاریس قرار دارند و تفاوت عرض جغرافیایی آنها کمی بیش از 9 درجه و نیم است. روشی که برای اندازه‌گیری درازای نیمروزان به کار می‌بردند سبربندی یا مثلث‌بندی بود، به این معنا که اگر اندازه 2 زاویه و 1 ضلع مثلثی را بدانیم، می‌توانیم طول 2 ضلع دیگران را محاسبه کنیم. پس باید در 2 سوی نیمروزان نقطه‌هایی را در نظر گرفت و آنها را رأس مثلث‌هایی فرض کرد. 1 ضلع مثلث و زاویه‌ها را اندازه گرفت تا طول آن ضلع مثلث دیگری را که بخشی از نیمروزان است به دست آورد. درازای ضلع مثلث می‌تواند صدها متر یا چند کیلومتر باشد. این کار را باید بارها و بارها کرد و درازای نیمروزان را پیمود. نقطه هایی که رأس مثلث ها را تشکیل می دهند بسته به چگونگی محل می توانند چیزهای گوناگونی باشند، مثلا نقطه بالایی برج، برج کاخ یا کلیسا، نشانه های طبیعی روی کوها، فانوسی که شب در جای مناسبی قرار دهند یا دیگرها. هر مثلث را باید چند بار اندازه گرفت تا خطا کم شود. سبربندی در اصل آسان است و به چیزی بیش از هندسه مقدماتی نیاز ندارد، ولی در عمل دشواری ها بسیارند، ولی ما در اینجا وارد جزئیات نمی شویم. از زمانی که مجلس قانونگذاری لایحه وزن و اندازه را تصویب کرد تا موقعی که کار زمین سنجی آغاز شد نزدیک به 2 سال طول کشید، زیرا کشور در آشوب بود و می بایست دستگاه های اندازه‌گیری را ساخت. از این گذشته 1-2 تن از دانشمندانی که با دربار نزدیکی داشتند و به اوضاع بدگمان بودند سرانجام نخواستند در این کار شرکت کنند. همچنین باید افزود که فرهنگستان فرانسه به فرهنگستان انگلستان پیشنهاد کرده بود که در این پروژه با فرانسه همکاری کند. با اینکه اخترشناسان انگلیسی موافق این کار بودند، دولت انگلیس به دلیل‌های سیاسی پاسخ را به تعویق می‌انداخت و سرانجام نخواست به این پروژه بپیوندد. 2 اخترشناسی که مأمور اندازه‌گیری درازای نیمروزان شدند، یکی
پیر مشن بود و دیگری ژان باتیست دولامبر، هر دو 40-45 ساله. هیچ یک از آنها خاستگاه اشرافی نداشتند و از مردم برخواسته بودند. پدر مشن بنای گچکار بود، ولی او به سبب هوشش به جاهای بالا در دانش رسیده بود و فرهنگستان دانش‌های فرانسه او را پذیرفته بود. مشن کشف کننده 7 دنباله‌دار و بیش از 20 میغ یا صحابی است. دولام هم فرزند پارچه فروشی بود. در کودکی حسبه گرفت و نزدیک بود بمیرد. او هم مانند مشن استعداد بسیار در ریاضی و فیزیک نشان داد و در اخترشناسی کارهای بزرگی کرد و به فرهنگستان فرانسه راه یافت. قرار شد که دولامبر نیمروزان را از دنکرک تا غده نزدیک تولوز در حدود 1000 کیلومتر اندازه بگیرد و مشن فاصله میان غده و بارسلون را که در حدود 500 کیلومتر میشد، ولی ناحیه‌ای بود بسیار کوهستانی در کوههای پیرنه. مشن میپنداش که این کار را میتوان در 7 ماه انجام داد. 7 سال طول کشید. وقت ما به پایان رسید. اخترشناسان ما ماجراهای شگفت‌انگیزی را از سر گذراندند و بارها در اوضاع و احوال انقلابی فرانسه نزدیک بود جان خود را از دست بدهند، ولی با همه سختی‌ها از پای ننشستند، زیرا دارای آرمان‌های بزرگی برای جامعه انسانی بودند. در هفته آینده این داستان را دنبال خواهیم کرد. از لوح روزگار امان کوچید، پیغام جبرئیل امین آمد، حیثیت و شرافت و وجدان رفت، هنگامه عداوت و کین آمد. نام خدا کلید قساوت شد، عرش خدا به روی زمین آمد، خنجر به دست اهل جنایت را، بخت بلند و فتح مبین آمد، مشتی پلید باور نادان را، ایران زمین به زیر نگین آمد. تاراج گشت حرمت آزادی، آزادگی قریب ترین آمد. زینسان به باد رفت وطن، اما حکم فقیه و سلطه دین آمد. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در یکی از برنامه‌های گذشته سخن از تقابل و تعارضی به میان آوردم که استبداد دینی روحانیت شیعه میان ایران و اسلام ایجاد کرده است. گفتم که حاکمان دینی اسلام شیعی، مذهب رسمی ایران رو که دست کم 500 سال پیش تا امروز در جامعه ما نقش قوام دهنده داشته و در کنار نظام تاریخی و کهن سلطنتی ایران امور دینی و اخروی مؤمنان شیعه مذهب ایران رو بر عهده داشته، تبدیل به یک ابزار ایدئولوژیک سیاسی برای غصب قدرت پادشاه کردند و برخلاف فلسفه تشیع در ایران، نهاد روحانیت و نماینده اون رو که فقیه نامیدند بر تخت سلطنت نشاندند و استبداد اهل دین رو بر استبداد سلطان سنتی افزودند. بدین گونه دین ایرانیان تبدیل به ابزار سیاسی و ایدئولوژیک برای تصاحب حکومتی شد که اکنون در دست روحانیت همچون شمشیر و چماقی برای حفظ قدرت غصبی روحانیون به کار برده می شود. چون این است که دین و باورهای ربوبی و معنوی مردم ایران، یعنی تشیع، در دست صنف روحانیت کار کرد و نقش و ماهیت خودش را از بن دگرگون کرده است. بدین گونه دین مردم که پیش از آن در جایگاه مرجع راستین و منبع رفع نیازهای معنوی و اخروی مردم مؤمن و معتقد ایران قرار داشت، به یک دستگاه نظری خشن و سرکوبگر و بیرحم برای تسلط و سروری یک صنف اجتماعی و تداوم یک حاکمیت استبداد دینی تنزل یافته. در حقیقت محتوا و اصالت و معنویت دین
با دست و دلبازی تمام و با بهره‌گیری از همه شیوه های ممکن خرج توجیه و تثبیت استبداد صنفی ملایان شده است. دعوی های فریبنده مربوط به دستورات و احکام شرعی و دینی و نیز مناسک و آیین ها و مجموعه امور معنوی و قلبی و ایمانی مؤمنان ظاهری فربهتر از همیشه و پوسته ای سترتر و سختتر از پیش یافته، اما محتوا و مضمون دین از دینیت و روحانیت تهی شده است. این حضور و ظهور عبوس و خشن و سختگیر شرع که در واقع دستمایه حکومت دینی برای ایجاد رعب و ترس در جهت تسخیر و تسلط بر روان جمعی ملت ایرانن، موجب آن شده است که اسلام اهل قدرت و تحکم و تعرض ظواهر دین و حکومتی سراسر جلوه های زندگی اجتماعی، فرهنگی، ذوقی و ملی ایران را نه فقط تحت شعاع قرار دهد، بلکه اسلام رسمی حکومتی بدل به حربه ای شود برای نادیده گرفتن و اگر ممکن شد برای محو کردن سایر ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و ملی ایران، یعنی از میان رفتن همه ارزش‌هایی که ریشه در حیات تاریخی مردمان این سرزمین دارند. اسلام سیاسی و رسمی در دست حاکمان به پدیده فراگیر و هولناک بدل شده که بر اساس هدف‌های سیاسی و انحصارگرا و ایدئولوژی رسمی حکومت میباید به هیچ وجه فرصت عرض اندام به دیگر پدیده‌های متنوع و رنگارنگی که سازنده و تشکیل دهنده جامعه ایران و هویت ملی کشور ما هستند ندهد. اسلام سیاسی در دست صاحبان قدرت متکی به نیروهای اختناق انگیز نظامی و شبه نظامی که از بودجه بی حساب و کتاب عمومی ملت ایران تغذیه می شوند، معنویت و جنبه های ربوبی و اخروی دین را هم بلعیده است و خود را در پیکری واحد و غولاسا، بیرحم و سرکوبگر در برابر همه ارزش های ملی و مدنی و فرهنگی و معنوی قرار داده است که گناه آنها عبارت از آن است که در چارچوب اسلام سیاسی و رسمی حاکمان نمی گنجند و با آنها انطباق 100% ندارند. چون این است که نخستین دشمنی که پرچمداران اسلامیسم سیاسی حاکم از همان آغاز برگزیدند و نشان کردند و بر او تاختند، ایرانیت و ملیت ایرانیان در تمامیت تاریخی خودش، یعنی در هویت ریشه‌دار ایران پیش از اسلامی بود و در این برنامه شوم معمم و مکلا هر دو هم پیمان بودند. از آنجا که ایدئولوژی اسلام سیاسی نمیتواند با ابعاد ریشه‌دار پیش از اسلامی تاریخ و فرهنگ ایران از در آشتی در آید و آن را در خود بپذیرد، از همان آغاز ساده ترین اما ویرانگرانه ترین و خصمانه ترین راه، یعنی حذف آن را هدف برنامه‌های سیاسی و تبلیغاتی خود قرار دادند. این گونه تاریخ ایران در مراحل پیش از اسلامی و پیش از سلطه اعرابش از حضور در عرصه اجتماع، از حضور در عرصه آموزش عمومی، از حضور در رسانه‌ها و از حضور در زبان و ذهن و فرهنگ عمومی حذف شده است. گویی هدف آن بوده است که از انسان ایرانی قرن بیستم و بیست و یکم مسلمان دیگری با عیاری بالاتر از آنچه که بود بسازند و یک مسلمان خاصی از او بتراشند که گویا تا پیش از سال 1357 وجود خارجی نداشته و افتخار تشرف به چنان اسلامی را نیافته بوده است. با چنین هدفی بخش مهمی از ایران، یعنی بخش‌هایی از حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سرزمین ما که هرگز پیوند خودشون را با بخش‌های دیگر نگسسته بودند، به کل نادیده گرفته شده و در معرض خصومت‌های بی سابقه، کینه‌توزانه و خشونت ورزانه از سوی حکومتی که خودش را جمهوری اسلامی می‌نامد، جمهوری اسلامی ایران می‌نامد، قرار گرفته است. ظاهراً تدوین کنندگان و نظریه پردازان ایدئولوژیک حکومت روحانیت در عصر ما تثبیت و تداوم سلطه صنف روحانیون را مشروط به نفی یا طرد تا
تاریخ ایران در تمامیت آن و در نفی هویت ملی و فرهنگی ایرانیان در تداوم و پیوستگی تقویمی و تمدنی آن می دانستند. باید دانست که بسیاری از درگیری ها و تعارضات اساسی و غالب بدبختی هایی که جامعه ایرانی دچار آن است و غالب تضادهای غیر قابل حلی که با حاکمان دینی امروز ایران دارد در همین حقیقت است و از همین حقیقت ناشی شده. پیداست که اسلامیسم سیاسی و حکومت اسلامی متکی به تجربه حکومت خلفای 600 ساله عرب است که در دمشق و بغداد برپا شده بوده است و هیچ نمونه تشکیل حکومت از سوی امامان شیعه وجود خارجی در تاریخ ندارد. پیداست که چنین برداشتی از اسلام و چنین سیاستی به نام اسلام نمیتواند ایران را در تمامیت تاریخ خودش بپذیرد، اگرچه به نام جمهوری اسلامی ایران بر تخت نشسته باشد. از همینجا جمهوری اسلامی تعارض خودش را با ایران، یعنی مظروف اسلام سیاسی حاکمان، تناقض خودش را با ظرفی که جبران ایران نامیده میشود عیان میکند. این گونه و در چنین وضعیتی است که ایران را در مقابل اسلام و اسلام را در برابر ایران قرار دادند، زیرا ایران یک تمامیت یک پارچه تاریخی است و تاریخ قطع قطع شدنی نیست. مفهوم و ایده ایران در ذهنیت و در ناخودآگاه جمعی و تاریخی ملت ایران تقسیم پذیر نیست، حالان که حاکمان اسلامیست سیاسی یعنی روحانیون و مکلاهای وابسته و حقوق بگیر اونها از همان آغاز شمشیر به میان تاریخ ایران نهادند و از ایران اسلامی سخن گفتند و ایران قبل از اسلامی که همواره از مهمترین پایه‌ها و بنیادهای هویت ملی ایرانیان بوده است رو نفی کردند و تاریخ ایران را تاریخ ستمشاهی نامیدند و به انواع اهانت‌ها آلودند، حالان که ایران تاریخی و فرهنگ عظیم ریشه‌دار حتی در همین تشیع و در همه جوانب و ابعاد فرهنگ ایران پس از تسلط عرب تداوم داشته است و تأثیر زنده و نامیرای آن در میراث بر جا مانده از فردوسی و حافظ و سعدی و خیام و سهروردی و ابن سینا و بسیاری دیگر، حتی در آثار قصیده سرایانی همچون خاقانی و داستان سرایان چیره دستی چون نظامی و امیر خسرو و جامی بارزند. در معماری، در موسیقی، در نقاشی و در تصحیح و در سایر هنرها و در آیین‌ها و مراسم و جشن‌های ملی و در همه ابعاد زندگی جمعی ما حضور دارند. اما حکومت روحانیون با تکیه بر اسلامیسم سیاسی و با طرح نظرات ایدئولوژیک یک سویه و یک جانب نگر و تمامیت خواه تیشه نفی برداشتند و به ریشه ها سوء قصد کردند و در جهت نابودی یا کتمان یا بایگانی کردن آنها کوشیدند و میکوشند، زیرا این ابعاد از حیات تاریخی، ملی، فرهنگی، مدنی و اجتماعی ملت ایران را خودی نمیدانند. گویی ایرانی کامل و تمام عیار بودن برای آنها خودی تلقی نمی شود و تنها عنصر قابل اعتنا نزد آنان در طول تاریخ چند هزار سال این سرزمین همانا عنصر عرب است و بس. به این شکل حاکمان دینی معاصر قصد دارند مردم ایران را در قالبی بریزند که خودشان از اسلام ساختند و آن را حکومت فقیهان نامیدند، یعنی قیمومت و ولایت بر ایرانیان همراه با تقویت عربیگری و تعریب و تضعیف عنصر ایرانی در جامعه ایران برای اونها از همه چیز مهمتر است. حقیقت آن است که منشأ و منبع اصلی این همه سختگیری ها و نصر به رعب ها و ستم ها و چماق کشی ها و اسید پاشی ها و برنامه های گوناگون غیر ملی و غیر انسانی که با زنان و دختران و جوانان ایرانی چه در نظام آموزشی و چه در سطح اجتماع مثل مجامع خصوصی و عمومی یا کوچه ها و خیابان ها پیش گرفتند، همین طرز فکر و همین نگاه ویژه ایدئولوژیک است. همین نگاهی که مردم ایران را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده و برتری و سروری را به قیمت سرکوب سایر ابعاد زندگی فردی و جمعی مردم متنوع ایران
به برداشت سختگیرانه و عبوس و خفقان‌آور حکومت صنفی روحانیت داده است. آنچه به نام ارزش‌های دینی و ضد استکباری و امثال این واژه‌ها به ملت ایران تحمیل می‌شود، متأسفانه همه ناشی از این برداشت قدرت طلبانه و روحانیت محورانه و خودخواهانه و ایران ستیزانه حاکمان دینی است و این یکی از کشنده‌ترین تناقضاتی است که حکومت روحانیان با آن درگیر است. شعر کوتاهی هم براتون می‌خونم. زان چه بر ما رفت ای فرزند فردا، هیچ یادت هست؟ روزگار این حاصل از بخت بد ما بر مرادت هست؟ سر به تسلیم و رضا افکنده داری پیش عصر خیش، یا به دیروزی که امروز است ما را اعتقادت هست؟ دوست می‌داری که در دوران ما می‌زیستی بر خاک؟ حسرتی آیا به دل زین روزگار کجنهادت هست؟ هیچ می‌گویی دریغا روزگار مردم پیشین؟ یا تصور هیچگاه از این همه ظلم و فسادت هست؟ کاش میشد تازه ما میراثی از این نیکتر بودت. راحت از ما بسته ماند، آیا گذار از انسدادت هست؟ ما چنان آلوده بخت تباه خیشتن بودیم که از تو من یادی نمیرفت، این خبر با پیک بادت هست؟ خاک مرگ افشانده بودن حکم فرمای بدندیشی، زان بدندیشی نشان در نطفه و خون و نژادت هست؟ ما به دام اهل دین مصلوب اندوه و مهن بودیم، دور از این بیداد کیشان لحظه ای لبخند شادت هست؟ شاد و سرفراز و آزاد باشید.